سلام، روفی هستم با پرشن اواردز. مهمان امروز برنامه من دختری یا زنی هستند از سرزمینی دور، سرزمینی دور از کشورمان. دختری که با شهامت تمام مهاجرت کردند و در مهاجرت توانستند خود را در جایگاهی قرار بدن که بتونن حرف زیادی برای گفتن در جامعه که به اون پیوستن و به اون با اون یکی شدن داشته باشن. دختری که پس از سالهای سال هنوز ایرانی بودن خودشو پاس میداره و با اون بسیار شاد و خوشحال هستش. خانم شادی سید یوسف. ایشون دکترای تربیت در علوم اجتماعی دارن، یا به طور کلی اگر به انگلیسی بخوایم بگیم Educational Leadership for Social Justice. فکر کنم ترجمه فارسی شما اشتباه گفتم، ولی خودتون ترجمه کنید چون منم انگلیسیم خیلی خوب نیست. شادی جان، خانم شادی سید یوسف، خوش آمدید به برنامه ما. مرسی 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 که منو دعوت کردین امشب. خواهش میکنم، سپاسگزارم که دعوت منو پذیرفتی و به این برنامه اومدی. شادی، من میخوام یکم از خودت تعریف کنی، خودتو معرفی کنی، بگی که کجا به دنیا آمدی و بعد در کودکی چه اتفاقاتی افتاد و شما به زندگی رو خلاصه چجوری در کودکی نوجوانی تجربه کردی. مرسی. اول میگم که من فارسی خونگی هستش. من تو ایران نرفتم مدرسه، سو فارسی که میدونم از خونگی با مامانم حرف میزنم هستش. خیلی عالی، لهجه شیرینی داری، بگو مشکلی. سو من تو کرج دنیا آمده بودم تو 34 سال پیش حالا، و اون موقع که تو ایران زندگی میکردیم من و مامانم و بابام بودیم، و اون وقتی دوره 3 سالم بود برادرم دنیا اومدن. دور همون موقعی که برادرم دنیا اومدن، من یه صبحی بیدار شدم تو خونه، فکر کنم یه عمو، خونه عموم بودیم، و نمیتونستم راه برم اصلا. هیچ حال، مثلا پاهام انقدر درد میکردن که نمیتونستم اصلا کاری بکنم باهاشون. سو برای اون شروع کردم رفتن دکتر این ور اون ور تو بیمارستان ایران، و بهم گفتن، و به مامانم گفتن که آرترایتیس دارم، جوونال روماتوید آرترایتیس. سو اون موقع تو ایران فقط این چیز، نمیدونم به آدمای دیگه چی میدادن، ولی به من اون موقع فقط آسپرین دادن، و چیز درد و با درد که of course کمک میکرد، ولی زیاد داشت کمکی نمیکرد که بدنم عوض بشه. و وقتی که اول اون آرترایتیس هم یک و شدید زد به بدنم، یه جوری شده بود که مثل این که بدنم پیرالایز بودش، مثلا نمیتونستم اصلا چیزی بلند کنم، را برم، خودم رو ببرم از این برمان. و اون موقع 3 سال و نیم هم بودش، ولی یه جوری یه دردی بودش که پیرالایز بودم، نه از خود نروس سیستمم، ولی برای اینکه اینقدر ورم داشتم و اینقدر همه جوینت هم چیز اینقدر درد میکردن. سو برای اون مامانم فکر کرد که بهتره بیام آمریکا، ما اینجا یکم فامیل داشتیم تو لس آنجلس، و فکر کردن خوبه که بیام اینجا که برم دکترای اینجا که ممکنه بتونم به بهتر کمک کنن. اون موقع دوره سال 91، 90 یا 91 بودش، و رفتیم دبای واسه چند ماه که بتونیم emergency medical visa بگیریم که بیام اینجا. و اون موقع برادرم وارد دنیا آمده بود، برادرم یه سالش بود اون موقع، و با هم رفتیم تو دبای، و یه موقعی اونجا بودیم، ولی آخرش گفتن که برای اینکه میخواستن ما برگردیم به ایران، نمونیم تو آمریکا، نذاشتن برادرم با همون بیاد. ولی اون موقع فقط یک سالش بودش. سو گفتن برادرم باید تو ایران بمونه با پدرم، و من و مامانم تنها میتونیم بیان اینجا. سخت بوده این مسئله. خیلی سخت. خیلی سخت بود، و من کوچیک بودم، برادرم کوچیک بود، ما نمیدونیم چجوری. ما نمیتونیم کاری بکنیم راجبش، ولی میدونم که واسه مادرم و پدرم خیلی خیلی سخت بود، بیشتر از همه مامانم که باید خودشون تنهای بچه مریض میوردن اینجا.
فقط با 11 دلار مامان منو آوردن اینجا تو آمریکا. سو پس مامان شجاعی هم داشتین. یعنی واقعا خیلی سخته یک زن اگر تنهایی بره سخته. حالا اگر یه بچه کوچولو هم داشته باشه واقعا کوچولو مریض که اصلا نمیتونه راه بره، نمیتونه اصلا هیچ کاری بکنه. سو خیلی خیلی مامانم شجاع‌ترین آدمی هستش که واقعا. من میدونم مامانم اکچولی وقتی مامانم 45 سالشون بود وقتی که با من حامله شدن و 48 سالشون بود وقتی برادرم رو داشتن. سو یه سنی هم داشتن که باید همه این کارا رو تو 50 سالگی منو آوردن اینجا. سو خیلی چیز سختی بود واسه. خیلی هم آسون نیست. بله چون در 50 سالگی هم به هر حال کار کردن، موقعیت‌های کاری پیدا کردن هم آسون نیست. سو اومدیم تو آمریکا و با خوشحالی حداقل خیلی فامیل اینجا داریم که بهمون کمک کردن باشون، you know, موندیم تو خونه‌شون این ور اون ور واسه چند سال قبل از اینکه خونه خود آپارتمان خودمون رو داشتیم. سو وقتی که اول اومدم آمریکا، مدرسه ای که رفتم یه مدرسه بود که فقط بودش واسه بچه‌هایی که special needs هستن، یعنی تمام مدرسه special education بودش. و منو گذاشتن توی اون مدرسه برای اینکه نه انگلیسی حرف میزدم نه میتونستم را برم. سو برام فکر کردن که مثلا ممکنه کمتر بفهمم، فقط برای اینکه انگلیسی حرف نمیزدم فکر میکردن که من مثلا ممکنه زیاد نفهمم یا خیلی کمک بخوام تو مدرسه. برای منو گذاشتن تو اون مدرسه و یه مدرسه خیلی خیلی خوبی هستش، هنوز میدونم نزدیک به خونم هستش، هنوز رفتم اونجا چند دفعه. ولی به من شهر میشه بگی در کدوم شهر هستی برای بینندگان پرسون اوارد؟ نه من تو لاس آنجلس هستم. این مدرسه تو سان پیدرو بودش. سو نزدیک به پس از همون اول شما لاس آنجلس بودی و هنوزم همونجا. تو جاهای مختلف ولی بیشتر تو لانگ بیچ و لاس آنجلس. سو مدرسه خیلی خوبی بودش ولی به من نمیخورد. سو بعد از دور بر یه سال طول کشید که چند تا معلم ها اینا بگن این بچه نباید تو این مدرسه باشه، بعد توی پروگرام بچه های باهوش باشه، توی مگنت پروگرام و اینا. و بالاخره چندین تا تست و اینا کردن، تست نمیدونم چجوری باهوشی ممکنه نمیدونم تست هوش. و بعد از اون گفتن که نه این بچه رو باید موف کنیم توی یه پروگرام دیگه و فقط باید سرویس های اضافه داشته باشه واسه کارهایی که با بدنش کاره، مثل فیزیکال ایژوکیشن و این چیزا فقط کمک میخواد ولی میفهمه. فقط من که انگلیسی یه سال حرف نمیزد وقتی تازه رسیده اینجا نمیشه که نمیفهمه. سو از اون موقع فکر کنم خیلی به من نشون داد چقدر مهم هستش که معلم های خیلی خوبی باشن که بچه هایی که روح بچه ها رو میدونن و نیستن که فقط درس بدن چیزی که تو کتاب هستش درس بدن، ولی که راستکی با بچه ها مثلا بچه ها رو بدونن که روحشون رو بدونن و بتونن کمکشون کنن تو جورایی که هر بچه کمک بخواد. سو از اون موقع میدونستم که میخواستم با بچه ها کار کنم و برای اینکه اینقدر موقع تو بیمارستان ها میرفتم واسه خود آرترایدس خودم، من فکر کردم میخواستم یه دکتر بچه ها باشم. از همونجا شروع شد، یعنی علاقت به این که پزشک یعنی در مورد بچه ها اصلا با بچه ها کار بکنی از همون کودکی شروع شد همیشه. ادامه بده، خیلی جالبه میشنوی. و اینکه مامانم هم وقتی که اینجا بودیم همونطور که گفتین زیاد نمیتونستن کارهای خیلی زیاد بکنن، میدوختن، سیم استرس بودن و خیلی بیبی سیتینگ میکردن. سو برای اون همیشه دور و بر بچه‌ها بودیم، برای اینکه همیشه تنها نبودیم. همیشه بچه‌ها میوردن خونمون که بیبی سیت کردن. سو همیشه میدونستم که میخواستم با بچه‌ها کار کنم، ولی تا موقعی که رسیدم کلاس 11 هم و رفتم کلاس شیمیایی یاد گرفتم که من نمیخوام دکتر باشم. برای اینکه کلاس شیمی، درس شیمی که خوندید چرا؟ Not for me. خیلی خیلی به من باحال نبودش. شیمی دوست نداشتی؟ دوست نداشتم. سخت، خیلی سخت بودش و فکر کردم اگه بعد 4-5 سال اینو درس رو خونم بکنم مثلا خیلی به من نخوره. سو برای اون وقتی که اپلای کردم به دانشگاه مختلف، هر دانشگاهی که
اپلیکیشن فرستادم واسه یه چیز مختلف بود. می‌خواستی شانس رو امتحان کنی یا می‌خواستم داشتم فکر می‌کردم چه کارهایی میتونم بکنم. سو چند تا میجرهای مختلف اسممو نوشتم واسهشون و بالاخره پروگرام کال استیت لانگ بیچ پیدا کردم که تیچینگ پروگرام خیلی خیلی خوبی دارن. تو موقع پروگرامشون مثلا نیدن از بهترین پروگرام هایی تو لس آنجلس بودش واسه درس واسه آموزش دادن درس دادن. سو برای اون رفتم اونجا واسه undergraduate واسه بچلرزم و پنج سال درس خوندم و رزیدنتی کردم توی یه مدرسه. اون وقت بعد از اونم هنوز میخواستم که درس بدم ولی توی 2010 بودش تو لس آنجلس یه موقعی بودش که واسه معلم ها خیلی سخت بودش، نمیتونستن کار پیدا کنن، همه رو داشتن سر میکنن پینک سلیپ که یعنی میگفتن که امسال نمیتونی برگردی این مدرسه. سو زیاد کار نبودش واسه معلم ها. بحران 2008 شروع شد فکر کنم در مورد اون میدید بعدم تو 2010 ادامه. برای اون گفتم که اوکی خب برمیگردم واسه مسترزم، اقلا مسترزم رو شروع میکنم تا بتونم یه کار پیدا کنم. سو من همیشه مدرسه دوست داشتم، از بچگی دوست داشتم، همیشه با بیشتر با معلمام حرف میزدم تا بقیه دوستام. همیشه من علاقه داشتم به کارهای مثلا معلما یا مدرسه و فکر کنم همیشه هم بخوام برگردم مدرسه. من هر وقت مدرسم تموم میشه چند سال بعدش برمیگردم کلاس های نو پیدا میکنم که برگردم بهشون. خب یعنی دوست داری که محیط آموزشی باشی، جایی که درس میدم باشی. yeah. و دوست دارم که یاد بگیرم، دوست دارم چیزای نو یاد بگیرم و دوست دارم با آدم های دیگه یاد بگیرم. میدونم خیلی میگن خب میتونی فقط کتاب بخونی نمیخواد بری کلاس، ولی من دوست دارم با آدم های دیگه مثلا با سو برای اون برگشتم مسترزم رو گرفتم و شروع کردم توی 2011 کلاس اولین کلاسم رو داشتم توی کلاس شیشم توی لس آنجلس. پس بالاخره تونستی درس بدی. بالاخره تونستم درس بدم. کلاس شیشم به من نمیخورد اصلا. من بیشتر بچه های کوچیک رو دوست دارم. من فکر کنم وقتی کلاس تو میدل سکول ما اون سنای مثلا تینیجر ها واسه من به من نمیخورم. من که فکر کنم باید یه مثلا یه خیلی باید کول باشی، نمیتونم چجور کنم، من باید یه آدم خیلی باحالی باشی که تو اون سنا درس بدی و بچه ها خیلی بهتون علاقه داشته باشن. من فکر کنم به من بیشتر بچه کوچولو ها میخورن. بچه های کوچیکت فقط خوب هست، شما روحیه شادی داری و مثل اسمت شادی و اینکه خیلی برای بچه ها خوب باشه. شادی جان در تمام این سالها تو و مامان تنها بودین، یعنی هنوز برادرتون رو بهتون نپیوسته بودن؟ نه، برادرم با پدرم توی ایران موندن و اون موقع برای اینکه بعضی از چیزایی که با فامیلمون شده بود و اینا هیچ وقت نتونستیم برگردیم که همدیگه رو ببینیم، زیادم با همدیگه حرف نزدیم از اون موقع. سو تو اون چیزا یکم سخت هستش، برای اینکه هنوز برادرم و الان 34 سالمه و هنوز برادرم رو زیاد نمیدونم، ولی میدونم یه جایی تو ایران هستم و چند تا دو تا برادر دیگه و یه خواهر دیگه هم دارم که از طرف پدرم. اونا هم سناشون از من خیلی بزرگتر بودن، سو اونا تو مثلا 60-70 سالشون هستش بکنم. ولی اونا رو هیچ فامیلم تو ایران زیاد نمیدونم. سو یه چیزی هستش که دوست دارم تو این بعد این چند سال عوض کنم و بتونم برم ایران و همه رو میت کنم. و امیدوارم که بتونی مثلا برادر و پدر رو هرچه سریعتر ببینید. خب شاید جان بعد از شما خب کلاس درس شروع کردی، بعد به نظرم دوره دکترا رو هم شروع کردی. دکترا رو کی شروع کردی؟ بعد از اینکه شروع کردم کلاس ششم درس دادن، دو سال اونجا بودم. یه پروگرامی کردم که اسمش از Teach for America که کمک میکنه به آدمایی که نرفتن مدرسه واسه
درس دادن کمک میکنه که اونا برن توی کلاس درس بدن، ولی من آردی کردنشالمو داشتم، آردی حاضر بودم که برم درس بدم، سو یکم فرق میکردم. ولی با اون پروگرام واسه 2 سال باید بمونیم، سو من 2 سال تو اون مدرسه موندم. وقت بعد از اون عوض کردم یه مدرسه دیگه که کلاس اول درس بدم. سو تو اون مدرسه، اون مدرسه تو ایست لاس آنجلس بودش و اونجا بودم واسه 6-7 سال. تو اون موقع وقتی کلاس 4 رو باز کردن، من رفتم کلاس 4 که بانکین یه مدرسه فاوندینگ بود، یعنی که از کیندرگاردن ما باز کردیم تا کلاس 4 هر سال یه گروه نو بچه‌ها رو می آوردیم تا موقعی که شد کیندرگاردن تا کلاس 4. سو وقتی که تو اون سال که کلاس 4 رو باز کردیم، سال 2016 بودش و اون سال پروگرام دکترامو شروع کردم. برای اینکه خیلی دوست دارم خودم رو شلوغ بکنم، سو نمیتونم فقط یک کار نو بکنم، باید چندین تا کارهای نو بکنم. سو برای اون هم داشتم یه گرید لیول جدید شروع میکردیم و رفتم تو این پروگرام دکترام. و اون موقع ممکنه برای اینکه خیلی کارهای نو پیدا کرده بودم واسه خودم، آرترایتس هم خیلی خیلی شدید دوباره برگشت. توی یه جوری که تا 2018 سرجری گرفتم که نمیدونم چجور بگم، total hip replacement، یعنی یه چیزی جایگزین کردی؟ جایگزین کردی در قسمت از پاد یه با یه چیز مصنوعی جایگزین کردی؟ اون خیلی چیز باحال خوبی بودش واسه بدنم. که یه موقعی بودش که داشتم هم میرفتم مدرسه هر هفته، هم درس میدادم هر روز، اون موقع برگشته بودم کلاس اول، همه این کارا رو میکردم، ولی اصلا نمیتونستم مثلا زود از این ور اتاق برم به اون ور اتاق، باید با یه کین عصا کار میکردم که راه برم و خیلی خیلی موقع سختی بود واسه اون یک سال. و برای اینکه دکترام هم اون موقع یه بیمارستان دیگه بودم و اونا نمیتونستن اگزکتلی چجوری بهم کمک کنن، فقط میخواستن بهم استروید بدن و من میگفتم نمیخوام، میخوام یه کاری دیگه بکنم. سو یه موقعی طول کشید که بعد این درد و اینا رو تحمل میکردم. ولی بالاخره توی 2018 سرجری مو گرفتم و خیلی خیلی بهتر شدش. و تو اون سالم تونستم شروع کنم کتاب هم بنویسم واسه همون دیسرتیشن هم واسه دکترام. بله بله بسیار عالی. خب حالا میریم سراغ کاری که الان داری میکنی. میدونم فعالیت های زیادی داری، یعنی از تدریس و آموزش بچه ها گرفته تا فعالیت های اجتماعی برای زنان و برای جامعه‌ای که در اون زندگی میکنی. یه حالا فاندیشن جدید هم داری به نام Love and Liberation. میتونی در مورد این فاندیشنت و اینکه چه کار اونجا میکنی برای بیننده های Persian Awards صحبت کنی؟ So من از خیلی جوونی به چیزایی که راجع به دنیا بودش کار داشتم. از همون 2001 که تو آمریکا همون 9/11 شدش، من از اون موقع خیلی میگم مثلا politicized شدم، خیلی راجع به سیاست یا چیزایی که با دنیا کار داره تحت تاثیر قرار گرفتی، یعنی و خیلی میرفتم پروتستا که راجبه که جنگ نباشه، تو ایران جنگ شروع نکنن و این چیزا. بنکن اون موقع خیلی داشتن حرف میزدن راجبه جنگ بله. و چون تو کشوری تو خیلی دوست داشتی که این چیزها یه وقت اتفاق نیفته. نه نمیخواست و نه فقط تو ایران، ولی هیچ جایی نمیخوام جنگ باشه، ولی مثلا از همه تو you know تو خونه تو وطن خودت، وطن خودم exactly. خانه. برای اون از همون 13-14 سالگی آردی خیلی کار اکتیویسم داشتم میکردم. یه گروه بچه ها تینیجر ها بودیم که
مگزین می نوشتیم که مثلا آرتیکل می نوشتیم راجع به چیزای سیاسی که بچه‌های سینما بدونن. یه کمپ درست کردیم اسمش بود پیس کمپ که بچه‌های دانشجوی های اسکول می بردیم و حرف می زدیم راجع به چی کارا می تونن توی مدرسه هاشون بکنن. داشتیم چای می کردیم که توی مدرسه ها ملیتری کمتر بیاد، بیشتر از همه تو مدرسه هایی که تو جایی هستن که خیلی بچه های سیاپوست و هسپانیک هستن که مثلا سوسیو اکنومیک ستیسشون پایین تر هستش. و مثلا وقتی من می رفتم تو مدرسه تو پالس وردیس که خیلی آدم های مثلا پولدار هستن و اونجا آدم ها از ملیتری می اومدن مدرسه همون، ولی می گفتن بیا تو ملیتری که بتونی بری چین، بتونی بری you know جاهای خیلی باحال. پس یعنی ارتش یا ملیتری ارتش می اومد که بچه ها رو انتخاب کنه برای اینکه ببرشون جنگ. مخصوصا گفتی در جاهایی که سیاه‌پوستا بودن و از لحاظ اقتصادی هم پایین تر بود سطحشون، بیشتر از اونها می رفتن. مسیجی که می دادن فرق می کرد برای اینکه جا برای واسه مدرسه هایی که میرفتن. تو وقتی میومدن مدرسه های من که میدونستن آدم ها پولدار بودن، یه چیزی میگفتن که او بیا مثلا برین این جای خیلی باحال رو ببینین و دنیا رو ببینین و اینطوری مسیجشون راجع به این بودش. ولی تو مدرسه های دوستام که بودن میگفتن او بیان که پول پیدا کنین واسه دانشگاهتون یا به فامیلتون کمک کنین، این مسیجشون بودش اونجا. و شما اعتراض میکردین به این سیستم در واقع با اون بچه‌هایی که همراهت بودن در اون گروه. سو خیلی موقع تو این کارهای اجتماعی و این چیزا کار میکردم. و امسال وقتی که همین کرونا شدش و همه مدرسه‌مون بستن و این چیزا، داشتم فکر میکردم راجع به چی کار میتونم بکنم که بیشتر این فکرایی دارم که دارم راجب دنیا یا راجب مدرسه، راجب بچه ها، چی کار میتونم بکنم که با بیشتر آدم ها حرف بزنم یا بتونم کمک کنم به معلم ها که دارن خودشونم فکر میکنن. بلکه به من مدرسه دو جور هست، مثلا یاد گرفتن و مدرسه جدا هستن. یاد گرفتن هستش راجب چیزایی که مثلا یک کسی دوست داشته باشه که راجبش یاد بگیره، curiosity نشون بده، بخواد بره دنبال یه سوالا و این چیزا. ولی مدرسه فقط میخواد آدم ها کنترل بکنه، میخواد بچه ها رو کنترل کنه، میخواد آدم ها رو حاضر کنه که بتونن برن تو کار نو بعدن. و وقتی که من دیسرتیشنم رو نوشتم، اسم دیسرتیشنم هم بودش همین love and liberation, edifying the spirit of love and liberation. خب شما تزتون رو در مورد love و liberation، عشق و آزادی نوشتین، چون که متعددی که تو مدرسه بیشتر کنترل میکنن یا یه کلیشه خاصی وجود داره برای تحصیل، ولی love و liberation برای شما یعنی یاد گرفتن با آزادی، اون چیزایی که دوست داریم یاد بگیریم به اون روش. Exactly. و که بتونیم به بچه ها نشون بدیم که خودشون از همین سنی که هستن already خیلی خیلی power دارن، خیلی خیلی شجاع هستن، خیلی میتونن خیلی کارا بکنن. نمیخواد سب کنن تا 20 سالشون هستش، 40 سالشون هستش، هر چند سال. همین الان بچه ها دور و بر دنیا دارن خیلی کارایی میکنن که دنیا رو عوض کنن. یعنی تمام بچه های تو مدرسه، من فکر کنم کار مدرسه باید باشه که بهمون یاد بده چجوری آزاد باشیم. باید یاد بگیریم چجوری کتاب بخونیم که بتونیم آزاد باشیم. باید یاد بگیریم چجوری پرابلم‌های مختلف ببینیم چی کار بکنیم که بتونیم واسه همه آدمای دنیا یه دنیای بهتر درست کنیم. و برای اون این گروه Love and Liberation شروع کردن. پس این Love and Liberation بیشتر روی بچه های گروه سنی پایین داره فوکوس میکنه، یعنی نه همه بچه های، ولی بیشتر هستش واسه معلم ها و فامیلا که چجوری با بچه ها مثلا relationshipشون با بچه ها باشه و چجوری بتونن بهتر بچه ها رو بفهمن، این که بتونن یه اجتماعی درست کنن واسه بچه ها که آزاد باشه، که
بس در واقع بخواین به بزرگتران آموزش بدین که چه رفتاری با بچه ها داشته باشن که بچه ها بتونن آزاد فکر کنن و بتونن در ساختن آزاد فکر کنن yeah. و که بتونن بدونن که هر چند سالی هستن میتونن که دنیای خودشون رو عوض کنن. اگه یه پرابلمی میبینن تو دنیا تو you know, تو نزدیک به خونهشون تو هر جایی که هستش میتونن فکر کنن خب من میتونم چیکار کنم و میتونن یه کاری بکنن راجبش. یعنی بی تفاوت نباشن در واقع. بعد شادی شما چه کارهایی انجام دادی در این راستا برای اینکه این کارا انجام بدی و این آموزشا رو بدی؟ چه قدمایی داری برمیداری؟ چه آموزشایی داری؟ تازه این آخرین ماه LLC هم فرماشو پر کردم که بتونم بالاخره شروع کنم. من تا حالا این پریزنتیشن هایی که کردم بیشتر واسه خود مدرسه های خودم بودن یا واسه معلم هایی که خودم میدونستم، ولی دوست دارم که بیشتر حرف بزنم با معلم های دیگه که یه حالی دارن که مثلا کارهایی که تو کلاسشون میکنن درست exactly نمیخوره به چیزایی که فکر میکنن و بیشتر بتونن آدمی که خودشون هستن و بیارن بیرون توی جوری که درس میدن و جوری که با بچه ها رفت و آمد میکنن. من چند تا ویدیو از تو دارم که میخوام شیر کنم و چند تا عکس. خوبه که در موردشون صحبت کنی، یه کمی بیننده پرژن اوارد با کاره تو بیشتر آشنا بشن. اولا این عکس ها هستش، دوستم شیر کنم. این عکس چی هستش برمون میگی؟ یا این عکس من هستم وقتی داشتم دکترامو از قبل از گریجویشنم. سو این عکس کوچولویی که دستم هستش اون عکس پاسپورت ایرانیم هستش وقتی که میخواستم بیام اینجا تو آمریکا وقتی 4 سالم بود با چادرم و بلوزم نوشته immigrants we get the job done از یه کوت هستش از یه موزیکال که تو آمریکا خیلی معروفه، هاملتون. برای اینکه من فکر میکنم که از هر جایی تو دنیا که میان you know, اینجا تو آمریکا میتونین هر کاری که میخواین که ذهنتون رو بذارین روش میتونین بکنین. پس در واقع داره میگه مهاجران کارتون انجام میدید، کاری که میخواین رو انجام میدین یا انجام دادین. خب این عکس چیه؟ نه من با مامانم هستن. مامان که راجبشون حرف زدم، خیلی بهترین آدم توی دنیا. و این دستمونم عکس مامانم هستش که وقتی من تازه دنیا اومدم دستشون. خب از هم شما به مامان شما هم سلام میکنیم، از بهتر باشید و برحال واقعا سخت بوده که آدم با یه دختر کوچولو که حالا یه معلولیت جسمی هم داشته باشه در یک کشور دیگه بتونه سروایو کنه، یعنی خودشو نجات بده. و همین 2 روز پیش ما روز زن داشتیم و روز زن رو به مامان شما هم تولدم. تولدت بوده؟ بله. واقعا پس هم روز زن هم تولدت هم مبارک. از طرف فرزاد آورد. این عکس دیگه هست. این عکس چی هست؟ این هم همین از همون موقع گریجویشن هم این مامانم هستن و من و دوست پسرم که بیشترین مهمترین آدم های تو زندگیم هستن که همیشه پشتبانی منو دارن و میک شور میکنن که you know, زندگی خوبی داشته باشم. خیلی عالی. خب من ببینم میتونم دوباره یه چیز دیگه ای شیر بکنم در اینجا یا نه. اوکی من الان یه دونه ویدیو دارم. اوکی الان دوباره یه اشکال فنی بود، دوباره اینو به شیر بعدی. اینجاست فکر میکنم. بله خب یه دونه ویدیوه در مورد کاری که داری انجام میدی، من شروع میکنم بعد خودت در موردش به ما صحبت کن. خب really special book that I want to share with you, and it's called Just Ask. Have you seen
brand new. It's really, really beautiful. I want to share this story with you today because it's all about people with disabilities. And guess what? I have a disability too. Yeah, when I first came here from Iran, I came because I have juvenile rheumatoid arthritis, which means that sometimes my joints and my bones don't like to work as well as other people my age. So I had to come here so that I could go to some doctors and have them help me. خب من الان اینا میوتش کردم. میخوای در موردش صحبت کنی که این ویدیو چی میگه؟ سو یه دن از کاری که شروع کردم با این Love and Liberation، اولین کاری که کردم بودش شروع کردم کتاب بخونم روی یوتیوب که پبلش میکنم روی یوتیوب که قصه های مختلف که قصه های دایورس هستن، مثلا راجع به آدم های مختلف. این کتاب هستش راجع به آدم هایی که دیسیبیلیتی مختلف دارن و سونیا سوتومایور که یه سپریم کورت جستس هستش تو آمریکا این کتاب رو نوشت. من نمیدونستم ولی ایشونم وقتی کوچیک بودن دایبیتیز داشتن و بعد به خودشون آمپول میزدن. سو خیلی مثل قصه من که من وقتی کوچیک بودم بعد میرفتم دکتر خیلی و آمپول به خودم میزدم و این چیزا. سو این کتاب راجب دیسیبیلیتی های مختلف هستش که آدم ها داشته باشن و دارن و به بچه ها میگه که اگر راجب یک کسی میخوای بدونین فقط ازشون بپرسین، ولی نباید همیشه مثلا بگین شما چتونه، ولی تو یه جوره خوب میتونین باشون حرف بزنین و بپرسین، تو یه جوره جنیوین. ولی شروع کردم کتاب های مختلف خوندن و تا حالا چند مثلا 5-6 تا ویدیو دارم، دوست دارم بیشتر بذارم تو این کلکشن. کتابایی که خوندم، یه کتاب خوندم راجع به شب یلدا چند ماه پیش، یه کتاب خوندم راجع به رای دادن و چجوری رای دادن عوض شده تو سالا از موقعی که آمریکا شروع شده و کیا میتونستن یا نمیتونستن رای بدن و چی کارا باید میکردن این که بتونن این رای دادن رو بگیرن واسه خودشون. خیلی قصه‌های مختلف، قصه‌ای که اگه من با بچه‌ام تو مدرسه بودم بهشون میخوندم. سو دوست دارم که با بیشتر بچه‌های دنیا بتونن از این کتاب هم بتونن بخونن و خیلی هم عالی به نظرم. اوکی سب کن تا یه دونه ویدیو بود در مورد یلدا در واقع. اون ویدیو رو دوست داشتم شیر کنم، آورده بودم ایشم ولی الان نیستش دیگه. حالا میتونم با خود صحبت میکنیم. میتونن برن تو یوتیوب هم پیدا کنن. یه کتابی بود در مورد یلدا که برای بچه ها خونده بودی. چرا هنوز با اینکه بیشتر از 30 ساله در آمریکا هستی ولی و خودت هم در واقع اصلا تو ایران نبودی، چون 3 سالگی و 4 سالگی سنی نیستش که آدم اصلا یادش بیاد چی بوده، چرا اینقدر به این فرهنگ علاقه داری؟ که من خیلی تو کارات دیدم که در مورد ایران صحبت میکنی، در مورد خیلی چیزای ایران. یکم از احساس برمون بگو یا دلیل این کار. تازگی دارم بیشتر یاد میگیرم راجع به این یه trajectory هستش، مثلا یه جوری هستش که آدم ها بیشتر از همه آدمایی که از زمین خودشون، از هوملندشون بعد می اومدن یه جای دیگه، بیشتر از همه آمریکا، یه جوری هستش که مثلا آدم ها راجع به خونه اولشون فکر میکنن. و واسه آدم ها از جای مختلف یکم فرق میکنه، ولی بیشتر میشه که یه چندین سال هستش که ممکنه زیاد به اون کارا زیاد فکر نکنین یا کار نداشته باشین راجع به کانتری که ازش اول اومدین یا اونجا اول بزرگ شدین، و ممکنه بیشتر بخواین اسیمیلیت بکنین به کلتر جایی که هستین، بیشتر از همه مثل آمریکا یا آدم های دور براتون داشته باشین که بیشتر مثل این کلتر هستن. ولی اون وقت یه چیزی میشه که یک آدم ها دوست دارن که برگردن به اون ریشه های خودشون، exactly. So واسه من این آخرین چند سال خیلی به من نشون داده که منم خیلی دوست دارم که بیشتر راجع به این ریشه های خودم رو بدونم و بیشتر بتونم کارهایی بکنم که
you know, بتونم کمک کنم به ایرونیا. So شروع کردم تو این آخرین سال واسه این election 2020 شروع کردم کار کردم با یه گروه ایرانیا، اسمشون هست National Iranian American Council، که کمک میکنن به ایرونیا که میخوان که تو پالیتیکس باشن، و خیلی کارهایی کردیم که بتونیم آدمای مختلف، هم ایرونی هم آدمایی که به کارهای ایران کار دارن، که مثلا میخواستن که میک شور کنن که آمریکا و ایران ریلیشنشپ خوبی داشته باشن، خیلی واسه اونا کمک کردیم که اونا رو آدم ها بهشون رای بدن، پرزیدنت اونو عوض کنیم و این چیزا. تو اون فکر کنم خیلی بهم کمک کرد، که وقتی من بزرگ میشدم تو های سکول یه پرژن کلاب داشتیم تو مدرسه‌مون، ولی بچه‌هایی که دور برم بودن من زیاد مثلا حال نداشتم، مثل اینکه یه جور بودم باهاشون. مثلا من بیشتر چیزایی دوست داشتم که اونا بهشون زیاد مهم نبود. من خیلی همون که گفتم من خیلی کارهای اکتیویزم میکردم و چیزا که اون موقع بچه هایی که ایرونی ها که من میدونستم زیاد راجع به این چیزا زیاد کار نداشته بودن، فکر نمیکردن. سو برای اون خیلی سالا بودش که من اصلا مثلا نمیخواستم اصلا برم UCLA، و اینکه میگفتم اونجا خیلی ایرونی ها هستن که به من نمیخورن مثلا. ولی فکر کنم تو دوره مثلا 25 سالگی یا یه چیزی بیشتر و بیشتر شروع کردم بخوام دوستای ایرانی پیدا کنم، بخوام برم رستورانت های ایرانی مختلف پیدا کنم و بیشتر فقط یاد بگیرم راجع به کلچر ایران و هیستری و زردشتی و این چیزا، همه چیزای خیلی قدیمی ایران و اینا. سو برای اون خیلی شروع کردم بیشتر راجع به ایران یاد گرفتن و چیزایی که تو ایران داره میشه و چجوری میتونیم کمک کنیم و کیا دارن کمک میکنن تو ایران که واسه همه یه زندگی بهتر درست کنن. به من مهم هستش که بچه ها که دارن اینجا بزرگ میشن بتونن راجع به کلچر خودشون رو بدونن. من که من میدونم مثلا کازینام و اینا که ازم جوانتر هستن زیاد راجع به ایران نمیدونن، زیاد راجع به ایرانی بودن نمیدونن، فارسی حرف نمیزنن. سو من دوست دارم که بچه ها که ایرانی هستن و دارن تو آمریکا بزرگ میشن یا تو هر جای دیگه به جز ایران بزرگ میشن، بدونن که میتونن هر دو چیز باشن، میتونن هم ایرانی باشن هم آمریکایی باشن، میتونن هم خودشونو بدونن هم خودشونو درست کنن. سو برای اون به من مهم هستش که این قصه یلدا یا نوروز یا چیزای مختلف، الان یه آثر خیلی خیلی قشنگی پیدا کردم اسمشون هست آناهیتا تامادان، که از تاجیکستان هستن فکر میکنم، ولی خیلی قصه های راجبه چیزای فارسی، قصه های فارسی، قصه های شاهنامه ولی واسه بچه ها اینا می‌نویسن، و این کتاب یلدا که میگفتین ایشون نوشته بودن. و سو خیلی از کتابای ایشون رو شروع کردم خوندن و دارم ویدیو درست میکنم ازشون واسه بچه‌ها که نگاه کنن. و منم خودم دوست دارم شروع کنم کتابای بچه‌ها بنویسم که راجع به یه دختر کوچیک که اسمش هست لیلا که توی آمریکا داره بزرگ میشه ولی ایرانی هستش و داره یاد میگیره راجع به چیزای دنیا و کلچر خودش داره یاد میگیره ولی از لنز تو آمریکا بزرگ شدن، از یک کسی که از اینجا دنیا نایماده. خیلی عالی شادی جان. این کتابایی که داری میخونی جدیدن مال آناهیتا تمدن گفتی، اینشون به فارسی نوشته یا به انگلیسی؟ یعنی به هر دو. بیشتر از کتاباشون هم تو انگلیسی روش هستش هم تو فارسی. بعد خودت کتابایی که میخوای بخونی از این به بعد به فارسی میخوای بخونی یا برای بچه‌ای که انگلیسی بلدن، ایرانی یا انگلیسی زبان؟ کتابی که من میخوام بنویسم تو انگلیسی هستم، برای اینکه من فارسی بلد نیستم چجوری بنویسم، ولی ممکنه بتونم ترنسلیت کنم، میتونم یه چیزی بگیرم که ترنسلیت بکنم. آره، نه بعد کتابایی که میخوای بخونی مثل همین ویدیو به فارسی میخونی یا فقط به انگلیسی؟ بیشترش تو انگلیسی میخونم ولی
فارسی گلش میندازم. یکم حرفای فارسی میندازم که بچه‌ها یاد بگیرن. بچه‌ای که فارسی حرف نمیزنن یاد بگیرن و بچه‌ای که ایرانی هستن و تو خونه فارسی حرف میزنن ببینن که مثلا یه کسی که مثل من آمریکایی هستم ولی ایرانی هم هستم و نشون بدم که هر دو تا باشیم. و خیلی خوبه که تو از بچگی زبانو تو خونه تمرین کردی که الان میتونی هم فارسی حرف بزنی، یعنی دو زبانه هستی و این برای بچهای ایرانی هم اگه هر جای دنیا باشن فارسی یاد بگیرن این در آینده بهشون کمک میکنه در واقع. این یه امتیاز هستش. بسیار عالی. شادی اگر مطلبی چیزی هستش که من ازت نپرسیدم و دوست داری در موردش بگی حرف بزنی الان میتونی بگی. یه دقیقه حرف زده بودیم راجع به همون کانتست Who Wants to be a Millionaire. بله اصلا اونو یادم. بگو. یعنی شادی با یه در یه برنامه شوی تلویزیونی خیلی بزرگ و معروف در آمریکا به عنوان که میخوای میلیونر بشی در اون شو شرکت کرد با شومنش هم جیمی کیمل که خیلی معروف هستش. و من ازش خواستم که در مورد این ویدیو هم صحبت کنه چون توی یوتیوب خیلی معروف شده با این ویدیو. خیلی اکسپریانسی باحالی بودش. من خیلی خوشحال هستم که فکر کنم تو آمریکا ممکنه اولین ایرانی باشم که تو این شو بازی کردم. میدونم فکر کنم یکی دو سال تو ایرانم بودش این بازی، اسمش یه چیز دیگه بودش، برنده باش فکر کنم اسمش. آها از این من یادم نیست ولی خب آره بوده از این چیزا در ایرانم. ولی خیلی خوشحال بودم که بتونم راجبه خودم حرف بزنم راجب فامیلم و اینی که وقتی که ما اول از ایران اومدیم اینجا ما خیلی از این گیم شوهای مختلف نگاه میکردیم و من و مامانم اونطوری انگلیسی مثلا یاد گرفتیم و پرکتیس میکردیم بودش با جپردی و میلیونر و همین بازی های گیم شوهای مختلف. هنوزم هم من هم مامانم خیلی دوست داریم این گیم شوهای مختلف نگاه کنیم. خیلی چیز باحالی بودش که بتونم برم و خیلی نروس بودم ولی خوب بازی کردم فکر کنم تا 2500 هزار تا رسیدم. خوشحال بودم راجع به اون. ولی تو این سال که خیلی سال سختی بودش و خیلی واسه خیلی ممکنه حال تاریکی داشت، یه چیز قشنگ و روشن بودش واسه من. اوکی. یعنی چه بود شرکت کردی؟ چه ماهی بود؟ من توی آگست فیلم کردم. توی آگست 2020 ولی توی ژانویه نشون دادن. آها پس آگست 2020 اجرا بود و بعد گفتم 2020 ببخشید 2020 بله اشکال نداره یا 2020 میگم یا 2020. خب خیلی عالی. من ندارم شیر کنم ولی حتما اگر کسی علاقه منده میتونه اسم شادی سید یوسف I want to be millionaire من میخواهم میلیونر بشم Who wants to be millionaire کی میخواد میلیونر بشه سرچ بکنه و میتونه شوی ایشون رو تماشا بکنه. خیلی لذت بردم شادی و امیدوارم باز در برنامه های دیگه بتونیم از این ایدهی که تو داری Love and Liberation و این لوگویی که پشت سر من هست لوگوی فاندیشن شما هستش که یعنی آرم بنیادی که زدی. از این سوال دارم این چرا دستش لاک داره ناخلاش؟ یعنی فقط زنه یا مردم میتونه باشه؟ مردم میتونه ولی نمیخواد. میتونه مردم میتونین اینو نشون بدیم با لاک واسه همگی. فکر کنم بیشتر از موقع وقتی که این دستو نشون میدادن بدون لاک هستش ولی چرا که نه، چرا که لاک نه. خب بعضی از آقایان الان یه کسایی هستن لاک هم میذارن طوری میتونن ولی میتونه هنوز واسه من فکر میکنم توی دنیا خیلی مردا رو سنتر کردیم، یعنی هرچی ایمیجایی که نشون میدیم از مردا هستن یا از دست مرد هستن. سو چرا نه یه دست پس یه بارم خواستی دست یک زن رو نشون بدیم ولی
چیزی نداره. ولی واسه همه هستش. برای همه هست. مرسی. خیلی لذت بردم. اگر باز مطلب دیگه ای داری تو یه دقیقه میتونی بگی و بقیه ساعت میتونی خدافظی کنی. Yeah, خیلی خوشحال هستم که با این پروگرام Persian Awards تونستم با شما حرف بزنم و خیلی خوشحال هستم که میخواین این پروگرام رو بزرگتر بکنین و به آدم های مختلف بتونین award بدین واسه کارهایی که میکنن. فهم کنم خیلی فکر خوب هستش که بتونن آدم ها ایرانی ها دور و بر دنیا هم دیگر رو بشناسن و با هم دیگه شروع کنن حرف زدن که این دیاسپورا که شده که ما رو جدا کرده بتونیم همدیگه رو نزدیک تر کنیم با هم. مرسی. حتما. خیلی ممنون. سپاسگزارم. با شادی سید یوسف بودیم در Persian Awards. شادی شما را به خدا میسپارم تا دیدار دیگر. شاد و سربلند زندگی کنیم. مرسی. مرسی. شما هم همینطور. بینندگان عزیز Persian Awards، از شما هم سپاسگزارم که در کنار ما بودید. روزگار بر شما خوش. تا دیداری دیگر شما را به خدا می سپارم. خدا می سپارم.